اینها ظاهرش یک اطلاعی فتوا بود، ولی در باطن از آجر بدتره. حکایت همونیه که یک کاغذ خورد تو سرش افتاد مرد، بعد که اون کاغذ رو باز کردن دیدن توی کاغذ نوشته بود آجر. بعضی نوشته هم هست که از خود آجر بدتره، یا برخوردی که با این محبود من کردن. این خودش نمونه بارز نقض حقوق بود. حالا حقوق بشر نباشه، حقوق همین محبود من که هست، اون از هتل که راهش ندادن. این بیچاره توی این مملکت قریب باید دنبال مسافرخونه ای اتاقی چیزی بگشت که شب رو به صبح برسون. آخه اونم از اون برخورد زشت ضد ارزشی که نماینده های کشورهای مختلف کردن، که وسط سخنرانی ایشون انگار شهر هرت همینطوری بلند شدن و گذاشتن و رفتن. ماه مهر و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس رو هم به روح امام مرتحل و از کنم همه مقامات نظام تسلیت میگم. در انتها هم میخواستم یکی از این اشعار بسیار زیبایی که در این مجامع شعری با بنده خونده میشه و همه میان در محضر من، یکی از اون اشعار بسیار زیبا رو بخونم که صفا کنید. البته همه ابیات یادم نیست، ولی این بیت خاصش یادم هست که میگه که نمیدونم چی 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 حافظ، نمیدونم چی 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 شیرازی. واقعا قشنگ بود. السلام علیکم و ایامکم سعیدا.